و در اینجا نگاهی داریم به صفحات یک روزنامه ها، مهمترین گزارش ها، مصاحبه ها و یادداشت های مطبوعات. همکارم فرزانه بسپور اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. فرزانه خوش اومدی. سلام، وقتت بخیر. خب روزنامه های امروز گزارش هایی دارند از هجوم گرانی ها در کشور، اینکه علی‌رغم اینکه شعار سال شعار مهار تورم، دولت ناتوان هست از کنترل تورم در کشور. مرکز آمار هم با دستکاری و ارائه نمایشی از آمار فقط در حال فرافکنی است و نمیخواد که نرخ تورم رو به صورت واقعی اعلام کنه، اما الان گزارش روزنامه ها نشون میده که همچنان ما شاهد بالا رفتن نرخ تورم هستیم. روزنامه هم‌میهن از رکورد شکنی قیمت ها گزارش داده، اینکه در اسفند ماه قیمت گوشت و مرغ 19% افزایش نرخ داشته که این برخلاف روند ساله، چون در یک سال معمولا ما تورم گوشت قرمز رو 20% داشتیم، الان ماهانه به همین حد رسیده، یا تورم ماهانه میوه و خشکوار به 15% رسیده، یا میانگین تورم ماهانه در ایران بالای 7%. و این رشد عجیب تورم در حالیه که گزارش میشه اتفاق خاصی هم در صحنه اقتصاد کشور نیفتاده. سال پیش که مثلا تورم اینقدر بالا رفت گفته میشد که به خاطر حذف نرخ ارز ترجیحیه، اما الان اون اتفاق هم نیفتاده. و سوال از کارشناسان اینه که چرا دولت نمیتونه تورم رو مهار کنه. مرتضی افقه اقتصاددان میگوید که بدون برجام امیدی به کاهش تورم نیست و اگر مشکل تحریم تا پایان سال ادامه داشته باشه قطعا نرخ تورم به 60% خواهد رسید. یا علی سعدوندی کارشناس اقتصاد میگوید که دولت برخلاف ادعاش نتونسته نقدینگی رو کنترل کنه و تا دو ماه آینده تورم به 50% خواهد رسید. آقای آلبرت باغزیان هم معتقده که با روند فعلی تحقق شعار مهار تورم ممکن نیست. روزنامه توسعه ایرانی هم به ماجرای توزیع کالابرگ اشاره کرده که قیمتی که حالا دولت داره به واسطه این کالابرگ ها برای خرید اقلام اساسی در نظر میگیره فقط 300 هزار تومانه و این رقم بسیار رقم ناچیزیه در مقایسه با تورم اقلام غذایی. چون من چیزی که نگاه کردم این بود که فقط برای 2 کیلوگرم مرغ باید 320 هزار تومان پرداخت بشه، یا یک شانه تخم مرغ 40 هزار تومانه، روغن 60 هزار تومانه، و با این حساب نمیشه حتی این در واقع کالابرگ ها رو به حد یک هفته هم رسون، چه برسه یک ماه زندگی. روزنامه تعادل دیدم از چالش های صندوق بازنشستگی که خب تبدیل به یک بحران جدی در اقتصاد کشور شده مصاحبه ای انجام داده با حمید حاج حسینی فعال حوزه کارگری، اطلاعات مهمی رو داده. او گفته که خب بحران صندوق های بازنشستگی نمایی از اقتصاد کلان کشوره و چون وضعیت در همه حوزه ها به شرایط بحرانی رسیده، وضعیت صندوق ها هم به همین ترتیبه. اما صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری که خب در اختیار دولت هستند و هزینه هاش رو دولت باید تامین کنه مدت هاست که ورشکسته شدند. مونده صندوق های سازمان تامین اجتماعی، و این صندوق سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین مهمترین هم هست امسال بودجه چه بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان بوده و کسری که داره 170 هزار میلیارد تومانه. دولت وعده داده که میاد این 170 هزار میلیارد تومان رو پرداخت میکنه، بدهیاشو میده، اما تجربه گذشته نشون داده که دولت به جای باز پرداخت نقدی بدهیاش به سازمان تامین اجتماعی اومده سهام شرکت های زیاندهی رو واگذار کرده که عملا هیچ فایده ای برای سازمان تامین اجتماعی برای تامین کسریش نداشته. الان آقای حاج حسینی معتقده که دولت بایستی دسترازیش به صندوق‌های بازنشستگی قطع بشه و این نیازمند حضور مدیرانیه که رانتی نباشند و بیان در واقع نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان بیمه شدگان و کارگرانی باشند که در واقع خودشون صاحبان این سازمان صاحبان این بیمه های تامین اجتماعی هستن و اونها بایستی بیان و مدیریت صندوق رو دست بگیرن. روزنامه جوان
از حضور خامنه ای در این نمایشگاه کتاب امسال گزارش داده. خب از معدود دفعاتیه که خامنه ای در یک مکان عمومی حاضر میشه در نمایشگاه کتاب و این حضورش امسال با یه سری حرف ها تو هم بوده که جوان و روزنامه‌های حکومتی اون بخشایی از حرف خامنه ای رو بولد در واقع برجسته کردن که راجب در واقع انتقاد از ادبیات خارجی در نمایشگاه صحبت کرده. خامنه ای گفته که غلبه داستان‌های خارجی در کتاب‌های کودک و نوجوان عیب بزرگی است و این رو عامل انحراف فکری کودکان دونسته و اینه که به هر حال روزنامه در واقع روزنامه جوان از این بحث نوشته. اما روزنامه همشهری به یک استثناء نمایشگاه کتاب اشاره کرده که اون هم مصاحبه علی خامنه ای است با یک خبرنگار، چون اینقدر خامنه ای با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و پاسخگوی رسانه هیچ وقت نبوده، امسال که یک بار جلوی یک خبرنگاری نشسته یک استثناء تاریخی شده. البته حالت ایستادن خبرنگار هم بیشتر به حالت کرنش میمونه در و اون حالت تفرعنی که خامنه ای داره در مصاحبه به نظر میاد که اصلا مصاحبه ای نباشه. محتوا هم بیشتر باز به سخنرانی میمونه تا یک گفتگوی بین خبرنگار او. اما از موضوعات دیگری که امروز بهش بپردازیم نگاهی داشته باشم به روزنامه جمله که به بحث قطعی اینترنت اشاره کرده. قرار هست که یعنی چنین چیزی آموزش پرورش گفته که میخواد اینترنت رو قطع کنه و جمله گفته این بازی دو سرباخته و چون مردم از اینترنت ملی شاکی‌اند و این درد مشترکیه و آموزش پرورش نبایستی اقدام به قطعی دوباره اینترنت کنه.